میپردازیم به بخش سیهی برنامه این ساعت. نظر به نتایج یک مطالعه مقدماتی توسط حکومت ایالات متحده و یک سازمان غیرانتفاعی، مقدار آرسنیک یا نوع مواد کیمیاوی در نمونه های از برنج و تولیدات ساخته شده با برنج که در بازارهای آمریکا به فروش میرسد یافت شده است که نوعی از این مواد به نام آرسنیک غیرعضوی میتواند سرطان زا باشد. در حالی که مطالعه خصوصی در مورد برنج روی کاهش استفاده از آن هشدار میدهد، ولی دانشمندان حکومت تا مکمل شدن مطالعه الا سال آینده هیچ توصیه‌ای در مورد نکردند. به گزارش زولیما پولیشا در مورد توجه کنید. گروه تحقیقاتی غیر انتفاعی 200 نوع برنج و محصولات برنج را آزمایش نموده است. سازمان غذا و ادویه آمریکا یا FDA میگوید اشکال مختلف آرسنیک و میزان متفاوت در آن وجود داشت. مایکل تیلر معاون هیئت بررسی برای غذا در FDA است. آرسنیک یک ماده است که هیچ کس در مواد غذایی آن را نمی خواهد، اما مطمئناً مقداری که در آن دیده شده برای سلامتی هیچ قابل نگرانی نبوده و مردم به خوردن برنج ادامه دهند. حکومت ایالات متحده میزان آرسنیک در آب را برای مصرف حیاتی به یک مقدار معین اجازه داده، اما نه برای مواد غذایی. تیلر میگوید FDA عمدتاً از دریافت آرسنیک در طول عمر نگران است. بر اساس اطلاعات مقدماتی ما فکر نمی کنیم تا توصیه شود که در شیوه خوراک مصرف کنندگان برنج تغییر آورده شود. برنج یک بخش عمده و مهم رژیم غذایی است. یک غذای صحی و قوی است. فکر می کنم می خواهیم مطمئن شویم تا قبل از تصمیم به توصیه در مورد تحول روش خوردن اطلاعات بیشتری کسب کنیم. FDA میگوید پس از تکمیل شدن مطالعه جامعه که روی 1200 نمونه برنج در سال 2012 صورت میگیرد، تعیین خواهد شد که آیا توسعه فرعی پیشنهاد می شود؟ این گزارش به هر صورت در مورد کمتر محتاط است. مطالعه روی 200 نمونه برنج تحت غور قرار گرفت و نتیجه گیری شد که برای سلامتی مردم به خصوص نوزادان باید مصرف برنج محدود شود. از دیدگاه سطح عامه در حال حاضر در مورد اطفالی که بیشتر برنج میخورند نگرانی وجود دارد. اغلب مواد غذایی جامد که به کودکان داده می شود سیریال برنج است که اگر در آن آرسنیک دیده شود واضحاً یک مشکل است. ما شاهد میزانان در شیر برنج هم هستیم. بعضی اوقات که اطفال با شیر گاو آلرژی دارند، برای آنها شیر برنج داده می شود. آرسنیک سرطان‌زا شناخته شده است. ترکیبی که وجود دارد به دو شکل است، عضوی و غیر عضوی است. آرسنیک عضوی به طور عادی در آب و خاک است. آرسنیک غیر عضوی یا معدنی به طور عمده از کودهای کیمیایی تجارتی و در از بین بردن حشرات در کشاورزی استفاده می شود. در سالهای قبل مواد کیمیایی برای چندین سال ممنوع شده بود و متاسفانه آرسنیک آن حشره‌کش ها در خاک باقی مانده و از این طریق به شالی برنج منتقل می شود. گاتهیا می گوید بلندترین میزان آرسنیک در نمونه برنج مرکز جنوب آمریکا و کمترین آن در کالیفرنیا، هند و تایلند یافت شده است. اکنون FDA توصیه می کند مصرف کنندگان یک رژیم متعادل داشته باشند که شامل حبوبات می گردد. گزارش ها برای مصرف کنندگان توصیه می کند که نه تنها برنج را به طور محدود استفاده کنند، اما قبل از پختن باید به خوبی شسته شده و با آب زیاد پخته شود. خدیجه الکوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. برای بررسی تاثیر استفاده از مواد کیمیاوی در محصولات زراعتی و تاثیر استفاده از حشره‌کش‌ها در افغانستان، از پوهنوال عبدالشکور حسینی، استاد پوهنتون طبی کابل، دعوت به عمل آورده ایم تا در این بخش با ما باشند. آقای حسینی، با سلام و تشکر از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشتین. مواد کیمیاوی که برای زراعت در افغانستان مورد استفاده قرار می‌گیره و همچنین حشره‌کش‌هایی که برای از بین بردن انواع حشرات استفاده میشه، تا چه حد میتونه تاثیرات منفی و سویی را بر محیط زیست و در این زمان صحت و سلامتی مردم از خود بر جای بگذاره؟ قرار مشاهده در کشور عزیز ما بیشتر امی حادثه رخ میده، ولی تنها در افغانستان بلکه در مجموع در تمام جهان این حادثه رخ داده. تقریبا در حدود 2.5 میلیون انسان زیر خطر مواد کیمیاوی قرار داره، چون در اینجا چی به شکل انفرادی چی به شکل دست جمعی مواد کیمیاوی استفاده میشه و استفاده مواد کیمیاوی بالخصوص محیط زیست هم تغییر داده. در صورتی که با همچو غذاها که ملوث شده باشه و استفاده شود، ناگزیر
عوامل مختلف و امراض مختلف هم در دراز مدت هم در کوتاه مدت سبب به وجود آمدن امراض مختلف میشه. باعث کدام امراض میشه موجودیت این مواد کیمیاوی؟ چون در صورتی که ملوث شده باشه مواد توسط مواد کیمیاوی اکثر غذاها بالخصوص پیش کسایی که استفاده میکنه اول یک الرژی بسیار زیاد مدهش پیش به وجود میاد که همیشه یک اکسر زدن و جاری شدن اوی بینی. در قدم دوم بالای سیستم ترخ تنفسی هم در درازمدت هم در کوتاه مدت تاثیر داره. امراضی که ناشی از مواد استفاده شده خصوصا امراض نمونیاها یا سینه بغل بله. و برانشیت ها و در دراز مدت کسایی که برانشیت مزمن ندارن این بله. زمینه ساز برای برانشیت مزمن و همچنان و کسایی که اسما داره برانشیت اسما داره زمینه ساز برای دراز مدت برانشیت اسما را خودش تهدید کننده است این بله. نوع غذا و کسایی که امراض قلبی دارن و کسایی که استفاده میکنن سرطان های جلدی هم ناشی از این حادثه به وقوع میرسه. توصیه شما به کسایی که به این نوع امراض مبتلا میشن چیست؟ چی باید بکنن در افغانستان؟ در اینجا دو فاکتور داخل است. یکی اسبابی که سبب شده به وجود آمدن همچه امراض شده باید اول انسان ها باید کوشش بکنه که از این حادثات باید جلوگیری بکنه و مواد که استفاده شده باید از این مواد باید توسط لابراتوارها دقیقا مطالعه شوه و در صورتی که همچو حادثه به وقوع میرسه باید یا بزدش یا انتیدود از این باید وجود داشته باشه و در صورتی که این مواد انتقال میشه باید به یک محیط سالم انتقال شدنش باید توسعه شوه و کسایی که استفاده میکنه باید باشن توسعه شوه که چه نوع باید استفاده بکنه بله. و خوبترین در خدم دوم بله کسایی که همچو حادثات با وجود میرسه خوبتر امیز که بله. برای زیاد توصیه شود که محیط زیست خود چطور پاک نگاه بکنه تشکر. و چطور یا استفاده بکنه در صورتی که وقت استفاده کردن از یا باید ماسک داشته باشه باید دستکش داشته باشه. دکتر حسینی ممنون از حضورتان در برنامه تشکر از تفصیلی که در مورد موضوع برای بیننده‌های را دادین موفق باشین تشکر.